أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين لا سيما خاتمهم وأفضلهم وأشرفهم أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لاسه ما بقیات الله فی الارضین روحی و ارواح له علیه الفدا با تقدیم سلام و عرض ادب خدمت یکایک یک شما عزیزان بیننده و شنونده همان گونه که استحضار داره در فصل 20 مرحله دوازدهم راجع به مباحثی که مربوط به نظام عالم عقل می شود و از مباحثی که در اون مطرح هست راهیابی کسرت و تعدد در عالم عقل هست که در این باره مطالب مطرح شد و گفته شد که چگونگی پیدایش کسرت در عالم عقلی یا به صورت طولی هست و یا به صورت عرضی در صورت که به صورت ارزی باشد فرضش به این صورت بود که چند تا عقل را در ارز هم در نظر می گیریم که هر کدام از این عقول به عنوان رب نوع مطرح باشد و افرادی زیر مجموعه خودش را به سامان برساند و به تدبیر اونها بپردازند در این باره دلایل مطرح شد و از جمله دلایلی که برای اثبات وجود رب و نوع مطرح شد استدلال به قاعده امکان اشرف هست که این قاعده خب در جای خودش مطرح هست و برای اثبات اینکه وقتی ما به یک نوع مادی مثل انسان نگاه میکنیم خب میبینیم که برای این انسان یک وجود برتر هم میشود فرض کرد که در اون وجود برتر بسیاری از این توانایی ها و قوه ها به فعلیت رسیده باشد یا اصلا از اول به صورت فعلی موجود باشد خب در این صورت اون موجود شریفتر را ما می توانیم به عنوان رب و نو در نظر بگیریم که او نوع مادی انسان را تحت تدبیر خودش قرار بده خب این استدلال بود که برای اثبات وجود رب و نو ارائه شده خب اصل این استدلال در جلسه گذشته مطرح شد و در این جلسه می خواهیم به نقد و بررسی اون بپردازیم در بررسی این دلیل می شود به صورت خلاصه این گونه بیان کرد که درباره اینکه این قاعده امکان اشرف در بحث موجود ما جریان پیدا می کند یا جریان پیدا نمی کند خب دو تا احتمال وجود داره یک احتمال این هست که اصلا این قاعده در بحث ما جریان پیدا نکند به دلیل این که اگر ما بیاییم موضوع این قاعده رو در جایی بدانیم که وجود اخص با وجود اشرف یا اون فرد اخص با فرد اشرف هر دو در یک ماهیت شریک باشند اگر این شرط رو ما در این قاعده لحاظ بکنیم خب این قاعده در بحث ما اصلا نمیتونه جاری باشه چرا به دلیل این که اون چرا که ما در این بحث دنبالش هستیم این است که در واقع یک فردی اخص خب باید یه فردی شریفتر از خودش داشته باشد حالا اینجا احراز نشده است که حتما این دو فرد از یک جنس باشد از یک ماهیتی برخوردار باشد چی بسا این فرد اخص در واقع یک فرد اشرفی داشته باشد که او از یک ماهیت دیگه برخوردار باشد لذاست که اگر ما بخواهیم این قاعده امکان اشرف رو این شرط رو درش لحاظ بکنیم خب این قاعده در بحث ما مطرح نمیشه و جاری نمیشود به دلیل این که حالا اگر ما آمدیم گفتیم که در واقع حال یک فرد مادی داریم یه فرد مجرد شریفتر از اون داریم خب درست است که این فرد در واقع شریفتری لازم هست اما این که حتما این دو از یک جنس باشد و هر دو به حمل شایع بر همدیگر قابل صدق باشند این احراز نشده است تا هنوز در اینجا تا ما اون قاعده را در اینجا بیاریم تطبیق بکنیم اما اگر ما این شرط رو در قاعده امکان اشرف لحاظ نکنیم بگیم نه لازم نیست که فرد اخص با فرد اشرف هر دو در یک ماهیه شریک باشن و هر دو هم مثلا کاملا به حمل شایع بر همدیگر صدق بکنن لازم نیست خب اگر لازم نباشد بله این قاعده جاری می شود اما باز هم فایده به بحث ما نداره یعنی باز هم در اینجا اثبات نمی کند رب نو را به خاطر این که رب نو در صورتی مفید هست که ما بیاییم فرد اخص را با اون فرد اشرف هر دو رو در یک ماهیت شریک بدانیم تا بگوییم که اون فرد اشرف این فرد اخص رو تحت تدبیر خودش قرار میدهد اما حالا اگر ما آمدیم گفتیم نه این فرد در واقع اخص یه فرد بالاتر از خودش داره ولی از یک ماهیت دیگه باشد خب در این صورت می توانیم بگیم به جای اون عقول ارزی که به عنوان رب و نوع مطرح هست ما میگیم این انواع مادی میتونه تحت تدبیر عقول طولی باشد یا تحت تدبیر یک عقل واحد باشد نه اینکه همه انواع در انواع مادی برای خودشون رب و نوع خاصی داشته باشه بنابراین پس این قاعده امکان اشرف یا در اینجا اصلا جاری نمی شود تا به عنوان دلیل شما مطرح بشود یا اگر جاری هم بشود باز هم ثابت نمی کند که حتما هر فرد اخصی یا هر فرد مادی یک رب و نوعی از جنس خودش داشته باشد به خاطر اینکه گفتیم امکان دارد که این فرد اخص یک فرد اشرفی از یک جنس دیگه ای داشته باشد و در نتیجه این دلیل نمیتونه برای اثبات رب و نوع کفایت بکند و در واقع این دلیل هم مورد نقد و بررسی قرار میگیرد. حالا این عبارت رو عرض می کنیم و نکاتی هم که در ادامه مطرح می شود در خدمت شما تقدیم خواهیم کرد. و فیه ان جریان قاعدت امکان الاشرف مشروطون خب حالا می فرماید که در این دلیل سوم که برای اثبات وجود رب و نوع شد و به قاعده امکان اشرف استدلال شد می فرماید که اشکالی که در این استدلال وجود دارد این است که جریان قاعده امکان نشرف به یک اعتبار نگاه بکنیم این امکان قاعده مشروط هست به چی؟ به کون الاخص و الاشرف به این که این دو تا فرد اخص و فرد اشرف داخلین تحت ماهیت نوعیت واحد هر دو باید در یک ماهیت نوعی در واقع داخل باشد یعنی فرد اخص با فرد اشرف هر دو از یک ماهیت نوعی باشد خب اگر ما آمدیم در قاعده امکان اشرف این شرط رو گذاشتیم تا حتی دل وجود الاخص فی الخارج امکان الاشرف به حسب ماهیته تا از این شرط بیاییم این نتیجه رو بگیریم که اگر یک وجود اخص را در خارج پیدا کردیم از وجود اخص در خارج خب پی ببریم بر امکان اشرف به حسب ماهیتش یعنی بگیم پس این وجود اخص حتما از نظر ماهیت خودش یک وجودی اشرفی از خودش داره خب اگر این قاعده رو ما بیاییم شرط بگذاریم به این ترتیب خب در این صورت می توانیم بگیم که و مجرد و صدق و مفهوم این حالا میاییم در این بحث ما این قاعده رو میخوایم تطبیق بکنیم که یا این قاعده در بحث ما جاری میشود یا نه ما میگیم نه اگر این شرط رو گذاشتیم خب ما می توانیم بگوییم که این قاعده در بحث ما جاری نمی شود چرا؟ و خاطر که در اینجا شما تنها آمدید یک فرد یا را در نظر گرفتید بعد آمدید گفتید که حتما از وجود اخص ما یه فرد اشرفی را هم به عنوان رب نو در نظر می گیریم. چرا؟ به دلیل این که اینها بر همدیگر صدق می کنن. خب میگه و مجرد و صدق مفهومین علاشه. حالا این که این انسان مادی با اون انسانی که مثلا به عنوان موجود اشرف یک انسانی مثالی و مجرد رو در نظر بگیریم خب آیا از این مجرد صدق میفهمیم که این دو حتما از نظر ماهیت نوعیشون یکیه میگه نه و مجرد صدق و مفهوم این علاشه این این که ما از نظر کمال وجودی یه چیزی برای چیزی صدق بکند لاید و لالاکان و زالکشه فردن لذال کل مفهوم حقیقتا این دلالت نمیکند کند بر این که اون شی حتما یک فردی برای همین مفهوم باشد حقیقتا بنابراین چه بسا یک شی دارای کمالاتی باشد کمالات فرد اخص را هم داشته باشد اما در این حال از نظر ماهیت کاملا ماهیت دیگری داشته باشد بنابراین نمی شود گفت که حالا یک فرد اخص اگر ما این کمالات فرد اخص را در اون فرد اشرف دیدیم پس بگیم اینا هم عین هم هستن نه ممکن است عین هم نباشد در یک ماهیت نوعی اینا شریک نباشند کما ان کل علت موجده چنان چه که نظیر میاره بر این که چه بسا بین مثلا فرد اشرف و فرد اخص میتونیم یک سری مشارکت هایی رو در نظر بگیریم اما در حالی که هر دو از دو جنس باشد چنانچه که هر علت موجده واجد تمام کمالات معلولش هست که علتی به ها المعلول معلول هو و هو اون کمالات معلولی که به واسطه همون کمالات خودش معلول همون است یعنی در واقع این معلول درست است که کمالاتی که در علت هست اون کمالات رو <تصفح> کمالات معلول رو علت داره هست و در عین حال نمیتونیم بگیم که پس اگر معلول از یک سری کمالاتی برخوردار بود و این کمالات در علت موجودش هم وجود داشت بگیم علت هم حتما از همین ماهیت معلول هست نمیشه شود این حرف را زد و مزالک ان تکون علت کلشه این متحدت الماهیه مع معلولها و با وجود این که میبینیم در واقع علت تمام کمالات معلول را دارد و به نحو اعلا و اشرف هم این کمالات را دارا هست خب حالا نمیتوانیم بگوییم که پس این به خاطر اشتراک کمالاتشون که با همدیگر دارن بگیم حتما هر دو در ماهیت نوعیشون هم با هم شریک باشن نه میگه واجب نیست با وجود این که کمالات معلول در علت هست انتکون تکون الا کل شیء این, این که علت هر چیزی متحد الماهیت باشد با معلول خودش نه خداوند متعال علت مخلوقات ممکن هست اما در این حال مخلوقات به عنوان معلول وقتی نگاه میکنیم خداوند با این معلول های خودش متحد ماهیت نیست ماهیتش یه چیز هست ماهیت معلول همه چیز دیگر هست و در نتیجه از این که یک کمالی را ما در واقع میبینیم که هم در فرد خاص هست هم در فرد اشرف هست از اینجا نمیفهمیم که حتما این دو فرد باید از یک ماهیت نوعی باشد فکون الکمال الذی به الانسان انسان مثلا حالا ما میاییم بحث را میاریم در بحث انسان میگیم کمالی که به واسطه او انسان انسان میشود مثلا خب موجودن لشه حالا اگر همین کمال برای چیزی وجود داشت و انتباق او علیه خب حالا منطبق بر اون هم بود یعنی همین کمالات انسان را ما در یه موجود دیگری هم پیدا کردیم لا یک شف انکونه فردن ماهیت الانسان خب ما از اینجا نمیتوانیم کشف بکنیم که پس اون شیعی که این کمالات انسانی را دارد او هم حتما باید انسان باشد چرا لمجرد کونهی واجدن لذالک به خاطر اینکه استدلال کنیم که بله چون این هر دو از نظر کمال با هم مشابهت داره این کمال انسانی رو اون فرد هم داره پس حتما هر دو در ماهیت نوعی هم اشتراک داشته باشن و یکی باشن میگیم نه این حرف رو نمیشود بیان کرد. و به عبارت دیگر میگه صدق و مفهوم الانسان علی الانسان الکلی الذي نعقله حالا میگه در به عبارت دیگر بیایم یه خورده این رو بیشتر باز کنیم میگه اگر ما آمدیم و مفهوم انسان رو این انسانی که فعلا به عنوان یک نوع مادی مطرح هست همین مفهوم انسان رو و آوردیم و بر انسان کلی که او را ما تعقل میکنیم حالا بر انسان مثالی یا بر انسان مجرد این رو ما آوردیم و قابل صدق دانستیم آیا می توانیم بگویم که پس اون انسان کلی با این انسانی که نوع از نوع مادی است هر دو یک یکیه از یک ماهیت نوعی برخوردار هست میگه نه لا یدل علا کون معقول نافردن للماهیت نوعیت الانسانیه نمیتونیم بگیم پس اون انسان کلی با اون سعی وجودی که در نظر گرفتیم که کاملا موجود بالفعل هست قوه در او وجود نداره بگوییم همون انسان هم یک فردی از همین انسانی که به عنوان یک نوع مطرح هست میگیم نه نمیشود دلیل نیست که دلیل وجود ندارد بر این کن معقول ما که انسان کلی باشد اون هم یک فردی از همین ماهیت نوعی انسان باشد خب حالا اگر ما آمدیم این فرد مطرح کردیم که پس از اشتراک یک کمال در بین دوتا موجود نمی توانیم نتیجه بگیریم که این هر دو در یک ماهیت نوعی شریک هستند یا اتحاد دارند خب میگه لمن لا یجوز ان یکون واحد من العقول طولیه خب ما نهایتا در اینجا اون چیزی که لازم داریم این است که بگوییم یک در واقع موجود اخص حتما یک فرد اشرف از خودش رو داشته باشد اما این که اون فرد اشرف حتما از همین ماهیت نوعی فرد اخص باشد میگیم لازم نیست و به همین جهت میفرماید که لمال آیت جوز چرا جایز نباشد اینکه یکی از اقول طولیه که اون اقول طولیه هم در سلسله علل انسان قرار دارن حالا این علل قریبه باشد یا علل بعیده باشد میگه چی اشکال دارد که ما بیاییم اون موجود اشرف را به جای رب و نوعی که مستدل استدلال میکنه ما بیاییم همون یکی از اقول طولیه را بیاریم با عنوان موجود اشرف در نظر بگیریم خب لوجدانه کمال الانسان و غیره من در حالی که همون عقول طولی هم همین انز... کمالات انسان رو هم داره هست کمالات غیر انسان از بقیه انوار هم داره هست در این حال هم اشرف هست و چه اشکال داره که ما بیاییم او رو به عنوان موجود اشرف در نظر بگیریم خب حالا وقتی اگر این جایش شد یعنی امکان داره و هیچ محال لازم نمی آید که ما از این وجودی اخص بریم به سراغ یک موجود اشرفی که هیچ اشتراک در ماهیت نوعی هم با همدیگر ندارن بلکه یک مثلا به رب و این حساب نمیشه یک از قول طولیه هست و او آمده به عنوان موجود اشرف در اینجا قرار میگیره و الحمل علی حمل الحقیقت و رقیقه خب میگیم اگر این دوتا در ماهیت نوعی اشتراک نداشته باشد به چی حمل ما میتونیم اینا را این هم بدانیم و بگیم این انسان همون انسانه میگیم به صورت حمل حقیقت و رقیقت لازم نیست حمل شایع باشد حتما که این دو تا از نظر مصداق در خارج مصداق واحد داشته باشد نه میتونه دو چیز باشد و به با عنوان حمل حقیقت و رقیقت هم حمل بکنیم که بله این انسان مادی رقیقی نازک شده از همون حقیقت انسانی که در عالم اقول وجود داره خب میگه اشکال نداره و حملشون رو میشود به صورت حمل حقیقت و حقیقت درست کرد دون شایع بدون که حمل شایع اینجا مطرح باشد بنابراین این قاعده که بحث قاعده مطرح بود که قاعده امکانی اشرف در صورت جاری می شود که حتما فرد اخص با فرد اشرف در ماهیت نوعی با هم متحد باشد اگر این شرط رو ما در اون قاعده در واقع لحاظ بکنیم خب اون قاعده در اینجا جاری نمی شود چرا؟ به دلیل این که اینجا فرد اخص ما با فرد اشرف ما اصلا در یک ماهیت نوعی شریک نیستن میتونن دو تا ماهیت باشن حملشون هم حمل حقیقت و حقیقت باشد در حالی که ما در قاعده امکان اشرف میگیم حتما این دو تا فرد از یک ماهیت باشد و حملشون هم به صورت حمل شایع باشد یعنی حملشون به گونه باشد که از نظر مثلا خارجی هر دو یک فرد داشته باشد خب بنابر این اگر این شرط را ما در قاعده امکان اشرف لاز بکنیم میبینیم که اون قاعده اصلا در بحث ما جاری نمی شود چون بحث ما ثابت نشد که این فرد خاص ما با اون فرد اشرف هر دو از یک ماهیت نوعی باشد بلکه امکانش مطرح شد که میتونه از دو تا ماهیت باشد اصلا ماهیت فرد اخص یه چیزی باشد ماهیت اون فرد اشرف هم چیزی دیگه باشد و حملشان هم به صورت حمل حقیقت و رقیقت مطرح باشد بنابراین با این فرض اگر آمدیم و حمل در واقع این فرد اخص و با فرد اشرف رو به صورت حمل شاید در نظر گرفتیم در قاعده امکان اشرف اون قاعده اینجا جاری نمی این نکته اول و اما لو لم یشترید فی جریان القاعده کون الاخص و اشرف داخل این تحت باهیت واحدت نوعیه اما اگر ما آمدیم قاعده امکان نشرف رو این گونه در نظر گرفتیم گفتیم لازم نیست که حتما هر فرد اخصی یک فرد اشرفی از ماهیت خودش داشته باشد بلکه مطلقی یک فرد اخصی مطلقا یک فرد اشرف را داشته باشد ولو از موهیت دیگه باشد اگر این گونه آمدیم قاعده امکان اشرف رو خیلی وسیع و گسترده دانستیم خب میتونیم از قاعده امکان اشرف اینجا استفاده بکنیم یعنی بحث ما را تحت پوشش میتونه قرار بدهد اما از جهت دیگر دوباره این قاعده امکان اشرف نمیتونه رب نور اثبات بکند به خاطر همین میفرماید که اگر ما شرط نکنیم در جریان اون قاعده امکان اشرف این که اخص و اشرف داخل باشد در یک ماهیت واحده ماهیت نوعی واحد اگر این شرط را در نظر نگیریم فل اشکال و اوقع خب پس اون اشکالی که ما به صورت در واقع نقد مطرح کردیم اینجا خیلی دیگه به صورت روشنتر مطرح می شود خب به دلیل اینکه اگر ما آمدیم موضوع قاعده امکان اشرف رو به صورت مطلق گفتیم که هر ممکن شریفتر و هر ممکن پستر به این صورت یعنی دیگه شرط نکردیم که این ممکن در واقع خاص با ممکن اشرف هر دو از یک ماهیت باشد بلکه نه هر ممکن اشرفی به یا هر ممکن اخص یه ممکن اشرفی رو داشته باشد اگر این گونه مطرح کردیم ولو هر کدام ماهیت خاص خودش رو داشته باشد اینجا میتونه بگیم که بله قاید امکان اشرف بسیار در بر میگره. چرا؟ مثلا میتونیم بگیم که این انسانی که از نوع مادی هست حتما یک موجود اشرفی داشته باشد. ولو از یک ماهیت دیگر. خب اگر ماهیت دیگه هم داشته باشد اشکال نداره. امکان قاید امکان اشرف بیاد جاری بشود در اینجا. اما آیا اون قاید امکان اشرف اینجا میتونه ربون نور اثبات بکند؟ میگیم نه. چرا به دلیل این که هیچ تناسبی با همدیگر اینها ندارد مثل این است که کسی بیاید با قاعده ریاضی مثلا خب حرکت جوهری رسبات بکند خب در اینجا وقتی ما میبینیم چون در جریان قاعده در اینجا نهایتا یک موجود مجرد واجد کمالات یک نوع اثبات می شود مطلقا به صورت مطلق اما این که اون فرد حتما از ماهیت اون نوع باشد با این قاعده امکان اشرف که اثبات پذیر نیست شما بیایید بگین که بله حالا یک ایم 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 انسان مادی در واقع به عنوان فرد اخص حتما یک رب و نوعی از همین ماهیت خودش داشته باشد بگه با قاعده امکان اشرف اثبات نمی شود به خاطر این این قاعده می آید شما هر نوع در واقع موجود اشرفی رو که در نظر بگیرید کافیه خب حالا ما هم به عنوان رب و نو در نظر نمیگیریم موجودی اشرف رو بلکه به عنوان یک عقل از عقول طولی در نظر میگیریم میگه اشکال نداره و در نتیجه اون رب نو که یا ارباب انواعی که به عنوان عقول ارزی مطرح شد و از اون طریق خواستیم که کسرت را در عالم عقول مطرح بکنیم خب این با اثبات رب و نو و دلایلی که مطرح شد مورد نقد قرار گرفت حالا بر اساس این قاعده که مطرح شد یه توضیح مختصری حالا درباره این قاعده امکان نشرف دوباره ارائه داده در این تنبیه و توضیحات در این زمینه مطرح میکنه که یک مقدارش رو در این جلسه خدمت شما عرض میکنم و بحث تکمیلیشون رو انشالله در جلسه بعد ارائه خواهیم داد در این تنبیه به دلیل این که بحث قاعده امکان اشرف در دلیل سوم مطرح شد خب به این مناسبت آمده و این قاعده رو یک مقداری توضیح میدهد که اصلا قاعده امکان نشرف چیه چه چی شرایطی در اون مطرح هست و در نتیجه می‌خوایم از این قاعده در کجاها استفاده بکنیم به همین جد میفرماید که تر تنبیه قاعده تو امکان الاشرف و مفادوها ان الممکن الاشرف ان الممکن الاشرف که قاعده امکان اشرف و مفادی که برای این قاعده امکان اشرف وجود داره خب باید ببینیم که اصلا اینا در کجا جریان پیدا میکنه و کجاها هم جریان پیدا نمیکنه و نتیجه‌ای که از این قاعده میشه به دست آورد چیه قاعده امکان اشرف این است که ان الممکن الاشرف یک ممکنه که شریفتر هست یجب ان یکون اقدم فی مراتب الوجود باید در سلسله مراتب وجود یک وجود شریفتر مقدمتر باشد از ممکن اخص خب حالا سلسله وجود را وقت در نظر میگیریم این سلسله خب سلسله طولانی هست دارای مراتب مختلف و دارای درجات گوناگون در این سلسله مراتب میگه هر موجودی پ... اخصی و پستری حتما یه موجود شریفتر قبل از خودش داره این بحثی اصلی است فاذا وجد الممکن الاخص اگر ممکن اخصی پیدا شد فلا بود یکون الممکن الذی هو اشرف من قد وجد قبله باید حتما از اون نتیجه بگیریم که یک موجودی ممکنی که شریفتر از او هست حتما قبل از او وجود داره خب این اصل بحث هست قد اعتنا به امرها جمع من الحکما که حالا این به امر قایده جمعی جمع از حکما آمده و کاملا به این عنایت داشته و این رو مورد احتمامشون قرار داده است که حالا در تاریخچه این بس بحث وقت انسان نگاه میکنه مشاهده میشود که عرستو در کتاب سما و عالم این رو نقل کرده و بعد از اون هم افلوتین اسکندرانی در اصول جیا بعدم شیخ و رئیس در کتاب خودش در بحث در کتاب شفا و تعلیقات بهش اشاره کرده و در ادامه هم شیخ اشراق در تلویحات و متارهات و حکمت الاشراق به اون پرداخته و شرزوری هم در از شجرت الالهیه و بعد هم سید داماد و مرحوم صدر هم در تقیقات خودشون به این بحث پرداختن و خلاصه اشکالات هم در این زمینه مطرح کرده است و بنو علیها عدت من المسائل خب این بزرگواران این قاعده امکان نشرف رو مطرح کردند و بعد هم بر این قاعده یک سری مسائل رو بنا نهادن و خب این قاعده رو به عنوان زیربنای مسائل متعدد در نظر گرفتن و قد قرر الاستدلال علیها صدر المتعلهین خب بر اساس استدلالی که صدر المتعلهین برای تثبیت این قاعده اقامه کرده است ایشان این گونه بیان داشتن که خب حالا وقتی استدلالشون رو مطرح میکنیم بیان میکنه که به انل ممکن الاخص هرگاه ممکن اخص ازاوج و باری الباری جل ذکرو وقتی این ممکن اخص از خداوند متعال در واقع ایجاد بشود وجب یکون الممکن الاشرف قد وجد قبله باید حتما یک وجودی اشرفی ممکن اشرفی هم قبل از اون ایجاد شده باشد و الا یعنی اگر ما این در واقع مطلب رو در نظر نگیریم چند تا مسئله شکل میگیره و الا یعنی اگر ما این گونه در نظر نگیریم که اول موجود اشرف وجود پیدا کند بعد موجود اخص به دنبالش وجود بیاید. خب اصل قاعده بر این اساس باید استوار باشد که اگر این قاعده رو ما در نظر نگیریم فاینجاز ای یوجد معهو بیاییم این گونه مطرح بکنیم. به گونه که مثلا بگیم که اگر وجود اشرف قبل از اخص نباشد حتما سه صورت دیگر قابل فرض هست که همه این سه صورت رو باطل میکنه و در نتیجه اثبات میکنه که حتما باید این وجود اشرف قبل از وجود خص باشد خب یک از اون صورت ها این است که ایو معهو این گونه بیاییم بگوییم که دو تا وجود داریم یک وجود اشرف یک وجود اخص خب میدونیم وجود اخص از خداوند صادر شده است خب حالا فرض بر این است که وجود اشرف باید قبل صادر شده باشد میگیم قبل صادر نشده است خب میگیم کی صادر شده است میگیم همزمان هر دو با هم صادر شده است میگه اگر این حرف را بزنیم بگیم جایز است این که ایجاد بشود این وجود خاص معه با همون وجود اشرف با هم وجب ایوجد عن الواجب لذاتی فی واحد واحده لذات واحد من جهت این واحده شیعان اگر این حرف را بزنیم یه لازمه ای که داره این هست که بیاییم بگیم از علت واحد که خداوند متعال باشد در مرتبه واحد برای ذات واحد از جهت واحد همه این وحدت ها رو که در نظر بگیریم بگیم با همه این جهات وحدت دو تا شی صادر بشود از خداوند متعال یکی فردی اخص یکی فردی اشرف خب اگر این حرف را بزنیم میگه و هو محالون در حالی که بر اساس اون قاعده که قبلا مطرح شد که گفتیم از علت واحد معلول واحد سر میزنه خب میگیم از خداوند متعال هم حتما باید یک وجود سر بزند نمیشود هم وجود اشرف هم وجود اخس صادر بشود خب این یه فرض که باطل شد کردو با هم صادر بشود و این جاز یوجد بعد الاخص و به واسطته یه فرض دیگرش این است که ما بیاییم فرد اشرف را بعد از وجود اخص بگیم اول اخص صادر بشود از خداوند بعد وجود اشرف صادر بشود اگر این حرف را بزنیم خب یا مثلا واسطه هم قرار بدیم بگیم اول اخص صادر شده از خداوند متعال بعد به واسطه اخص وجود اشرف دوباره صادر می شود میگیم این حرف را بزنیم لازم کون المعلول اشرف من علتی و اقدم خب این هم یه لازمه باطل دیگه دارد و آن این است که معلول اشرف در واقع معلول باید چی باشد؟ اشرف از علت خودش و مقدم تر از علت خودش باشد اینم و هو محالون که این هم کاملا یک حرف نادرست هست خب و این لم یجز ایوجد لا قبل الاخص ولا معه ولا بعده مع انه ممکن بالامکان الوقوعی لذی. اما اگر این گونه بگیم بگیم نه با هم صادر بشود و نه در واقع قبل از اخص نه بعد از اخص به هیچ صورت اصلا صادر نشود خب این هم یک حرف نادرست است به دلیل اینکه اگر جایز نباشد اینکه وجود پیدا بکند اون تا نه قبل از اخ نه همراه اخ و نه بعد از آن خب بگیم که اشرف اصلا وجود پیدا نکند مع انه ممکن اون به امکان در حالی که این کاملا امکان داره و امکانش هم ممکنه امکان وقوعی هم دارد الذی هو کون الشی به حیث لا زمین من فرض وقوع محال که امکان وقوعی هم به این معنا هست که از فرض وقوع اون هیچ محال لازم نیاید خب فلا فرز وجوده اما اگر ما بیاییم فرض بکنیم وجود اشرف را و به صادر نل واجب لذاته بگیم این اشرف از ذات واجب صادر نشده ولا لا ام معلولاته و از کدام یکی معلول های واجب هم صادر نشده است و هو علی امکانه اما همچنان بر حالت امکان خودش باقی هست خب اگر این گونه حرف زدیم فبزرور وجود هو یستد اجهت مقتضیت له اشرف به معلیه الواجب لذاته پس باید بگوییم که ضرورتا وجود این اشرف استدعا دارد یک جهتی رو که او اشرف از اون چیزی باشد که خداوند متعال اون رو داره هست یعنی ما بیاییم بگوییم که اصلا وجود این اشرف مستدعی یه علت بالاتر از علت واجب باید باشد خب این حرف را اگر بزنیم فیلزم ای یکون الممکن المفروض پس لازم دارد این که اون ممکنه که فرض شده بود یستد به امکانه علتون موجده استدعا داشته باشد یک علت موجده ای را که اون علت موجدهش هم اعلا و اشرف از واجبون لذاته باشد در حالی که و هو محال ما این رو هم حال می به خاطر که علتی بالاتر از واجب, واجب به ذات نداریم لان الواجب لذاته فوق ما لایتناها به ما لایتناها شده بخاطر خاطر اینکه واجب لذات تعالی دیگه از اون بالاتر امکان فرض وجود ندارد که تا کسی بیاید به واسطه وجود او بیاید این وجود اشرف رو در واقع اثبات بکند فل مطلوب ثابت پس مطلوب ثابت مطلوب چیه؟ مطلوب این بود که در نتیجه وقتی ما آمدیم و بیان داشتیم که حتماً از خداوند متعال اول وجود اشرف صادر میشه بعد وجود اخص به خاطر که اگر این فرض رو در نظر نگیریم سه تا احتمال دیگر وجود داره که هر سه تا احتمال باطل شد با بطلان هر سه احتمال ثابت می شود همون فرض نخست ما که عبارت باشد از این که حتما یک فرد اشرف اول وجود پیدا بکند تا بعد فرد اخص به دنبال او تحقق پیدا بکند خب این یک نوعی از توضیحی که برای امکان قاعده اشرف مطرح هست حالا توضیحات بیشتر هم داره که انشاءالله در جلسه بعد خدمت شما عرض خواهیم کرد تا اون زمان همه شما رو به خدا بزرگ می و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته اللهم صل على محمد و محمد <applause> اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد